ساز نو میخریم چه نکاتی رو باید بهش توجه داشته باشیم؟ چون خیلی وقتی ساز نو میخرن یه سری انتظارات فضایی دارن ازش. امروز میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. بریم همراه ما باشیم با مصطفی سفری ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. برو مصطفی. سلام، خوبین؟ من محسن مهاجر هستم، مدرس و نوازنده سازنی. امروز اینجا در خدمتتون هستیم راجع به مباحثی که راجع به ساز نو می‌خوایم صحبت بکنیم. امروز هم یه مهمون کوچولو داریم اینجا، تو جایی که وایسه اینجا تو تصویر هست دیگه، حالا دلش خواست رفت دیگه رفت. قبل از هر چیزی من سایت هارپلند رو خدمتتون معرفی بکنم. سایت هارپلند ارائه دهنده تمام سازهای کروماتیک و دیاتونیک هستش. در هر رنج قیمت که شما بخواید میتونید از این سایت خرید بکنید. تمام سازهایی که در این سایت وجود داره گارانتی داره و شما میتونید از گارانتی ساز استفاده بکنید. برای کسایی که ساز اولشون هست، برای هنرجایی که ساز اولشون هست، شما وقتی سازی رو خریداری میکنید اون مشکلاتی رو دارید که راجبش قبلا صحبت کردم، مثل سوراخ شماره 1 و 2 مکش و اینکه خیلی فکر میکنن سازشون خراب هست، در صورتی که اصلا به این شکل نیست. یعنی ما چیزی به اسم ساز خراب در ابتدای کار نداریم و وقتی که یه هنرجویی نمیتونه یه صدای رو از یک سوراخ اجرا بکنه فکر میکنه که سازش در واقع خراب هست. ولی هنرجویی که معمولا یک سازی رو دارن و میخوان ساز بعدی رو انتخاب بکنن و بخرن، هر چقدر قیمت این ساز بیشتر باشه یه سری انتظارات نامتعارفی برای هنرجو به وجود میاد. یعنی چی؟ مثلا شما فکر کنید یه سازی رو دارید، مثلا 612 بلک یا 612 گولد یا جاز، بعد میخواید به 64x پرفورمنس بگیرید. خب ببینید، به خودی خود ساز 612 جاز بسیار ساز خوبیه در کلاس خودش. وقتی که شما ساز سوبر 64x پرفورمنس رو تهیه میکنید فکر میکنید که خب قرار صداش خیلی بهتر از این باشه. ببینید، اون صدایی رو که شما از یک سازی مثل 612 جاز در میارید از نظر در واقع بلندی صدا یا جنس صدا خیلی تفاوتی با سوبر 64x پرفورمنس نداره. اون تفاوتی رو که شما در حقیقت بین این دوتا ساز میخواید که داشته باشید یا انتظار دارید که داشته باشید، اون مهارت شماست روی ساز که باعث میشه شما بتونید یک صدای خوب از ساز در واقع در بیارید. مثل اون که خیلی حالا از نوازنده های بزرگ رو اگر دقت بکنید، شما یک ساز با کیفیت پایینم بدید صدای خوب ازش در میارن و اون به خاطر چی هستش؟ به خاطر این هستش که اون توانایی اون شخص نوازنده در اجرا و صدا دهی اون ساز هستش که باعث میشه اون ساز صدای خوبی داشته باشه. پس وقتی که شما دارید یک سازی رو تهیه میکنید که قیمت بالاست، قرار نیستش که بخواد مثلا یک کار خارق‌العاده‌ای اون ساز برای شما انجام بده، بلکه شما هستید که قرار یک اجرای خارق‌العاده با اون ساز داشته باشید. ببینید، من قبلا راجع به ساز خوب و پایه یک آموزش خوب ویدیو ساختم و گفتم که ساز خوب پایه یک آموزش خوب هستش، ولی قرار نیستش که یک ساز خوب که شما میگیرید مسیر آموزش رو برای شما کوتاه‌تر بکنه، بلکه یک ساز خوب کیفیت یادگیری شما رو در حقیقت بهتر میکنه. یعنی هر چقدر این ساز کیفیت بهتری داشته باشه، کیفیت یادگیری شما بهتر هستش. پس وقتی که یک سازی رو میگیرید که با قیمت بالاتری هستش و کیفیت متفاوت‌تر، در حقیقت پرفورمنس اون ساز هستش که بالا میره و اگر شما مهارت بهتر و بیشتری داشته باشید توی اجرای ساز، اون ساز میتونه یک صدای فوق‌العاده و معرکه به شما بده. پس صدادهی یک ساز در وهله اول بسته به مهارت شما در اجرای اون ساز داره. پس وقتی که یک هنرجوی حالا مبتدی یا متوسطه که یک سازی رو داره، حالا به هر کیفیتی و هر برندی، یک سازی رو وقتی که تهیه میکنه با کیفیت بالاتر، در ابتدا نباید انتظار داشته باشه که مثلا اون یک صدای خارق العاده ای داشته باشه که بخواد اونقدری تفاوت داشته باشه که بخواد خود اون شخص حالا هنرجو متوجهش بشه، بلکه اون نوازنده هستش که باعث میشه اون تغییرات صدایی و پرفورمنس ساز مشخص بشه. پس سعی کنید این دوتا رو از هم متمایز بکنید. یادتون باشه
وقتی که یک ساز جدید میگیرید، حالا برای کسایی که قبلا یک ساز داشتن، یعنی هنرجوی که یک ساز داشتن حالا میخوان یک ساز جدید بگیرن، این رو در نظر بگیرن که سازهای با قیمت بالا و کیفیت بالا قرار هستش که پرفورمنس خوبی به شما بدن. راجع پرفورمنس هم من قبلا ویدیو ساختم، ویدیویی که ساز آلمانی بگیریم یا ژاپنی اگر دقت بکنید، من تو اون ویدیو صحبت کردم راجع به این پرفورمنس ساز. و هنرجوهایی که در واقع تازه میخوان شروع بکنن در نظر داشته باشن که وقتی شما هر سازی رو با هر کیفیتی بگیرید، قطعا توی اکتاو اول، یعنی سوراخ‌های 1 و 2 و 3 مخصوصا مکشی و تو اجراشون قطعا به مشکل میخورید. پس یادتون باشه که وقتی دارید ساز رو تهیه میکنید، این رو در نظر داشته باشید که قرار نیستش که همه چیز خیلی راحت برای شما پیش بره. بعد یه نکته ای هم که هست، خیلی ساز میگیرن با قیمت بالا، بعد انتظار، حالا اون صدا دهی هیچی، انتظار دارن که اون تایم آموزششون کمتر بشه. یعنی مثلا میگن آقا ما اگر مثلا یه سازی میخریم 5 میلیون تومن دوره آموزشمون مثلا 10 جلسه هستش یک ترم، اگر مثلا ما ساز 40 میلیونی بخریم اون 10 جلسه میشه 5 جلسه. نه، اصلا به این شکل نیست. کیفیت آموزش قراره که تغییر بکنه و کیفیت یادگیری، نه زمان آموزش. و نکته دیگه ای هم که هست اینه که آموزش هیچ وقت زمان و پایان نداره. برای هر شخصی که در واقع نوازنده هستش، یادگیری هیچ وقت متوقف نمیشه. پس این رو هم در نظر داشته باشید. پس وقتی که میخواید ساز نو بخرید، این رو در نظر داشته باشید که توانایی شماست که قراره که اون صدا دهی رو از ساز داشته باشه. و هر چقدر ساز بهتر باشه، قطعا پرفورمنس بهتری داره و اون پرفورمنس میتونه به شما در واقع اون انرژی رو بده که بخواید بیشتر تمرین بکنید و اجراتون اجرای بهتری باشه. مرسی که با من همراه بودید. ممنونم از مصطفی سفری که امروز هم در کنار ما بود و با این لینک هایی که این پایین میاد با من در ارتباط باشید. اگر که در واقع تجربه خاصی داشتید نسبت به خرید ساز جدید یا حالا ساز اولتون، میتونید زیر این ویدیو برای من کامنت بذارید. خیلی دوستتون دارم. بریم مصطفی، خدا حافظ.